البتة إنسان طبيعتان خطو کور است و به هر مسلمان واجب است که اگر به خطای دوچار شود زود با شتاب توبه و استغفار بکند. الله سبحانه و تعالی از توبه بنده اش خرسند می شود اگر توبه بکند. در حدیث آمده است که الله سبحانه و تعالی به توبه بنده اش خرسند و شاد می شود و مسلمان باید از گناه هایی که در خلوت انجام می یابد حذر بکند. الله سبحانه و تعالی کسانی را که گناه خود را از مردم پنهان می کنند و از الله پنهان نمی کنند مذمت کرده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید از مردمان پنهان می کنند و از الله پنهان نمی کنند. و شبانگاه آنچه را از سخنی که الله نمی پسندد مشورت می کنند. الله با آنها است. الله با آنها است و الله با آنچه می کنند اندرگرنده است. یا به تحقیق پیامبر صلی الله علیه و سلم از گناهانی که در خلوت انجام می یابد هشدار داده فرمودند. من از امت خود کسی را می دانم که در روز قیامت با حسنات های می آیند که آن به مثل کوه ها است. پس الله تعالی به سبب گناهشان آن حسنات را برباد و پراکنده کرده است. صوبان گفت ای رسول الله آنها را برای ما وصف بکنید. در حالی که ما آنها را نمی دانیم و از جمله آنها نباشیم. فرمودند آنها برادران شما و از پوست شما هستند و از شب همچنانه که شما می گیرید آنها نیز می گیرند. لیکن آنها قومی هستند که در خلوت و پنهانی به حرام کرده های الله دست می زنند. و شخص مسلمان با امرهای زیرین از گناهانی که در خلوت انجام می یابد خلاص می شود. از جمله این امرها روی آوردن به سوی الله سبحانه و تعالی با دعا و زاری به سوی او تعالی که از گناه و فتنه ها او را دور کند و هم جهاد کردن با نفس خود و دوری کردن وسوسه ها و سعی کوشش به سوی طاعت الله تعالی و تا حد امکان از تنها ماندن خودداری بکند و با صالحان و نیکوکاران همراه شود. حس کند که الله سبحانه و تعالی در همه حالت هر مسلمان را مراقبه میکند. اگر مسلمان خیال کند که کسانی را که بزرگ و احترامش میکنند در حالی که آنها آن گناه را انجام میدهند و آنها به سوی او نظر میکنند که او چه گناه کرده است، پس حسی حیا پیدا شده از الله سبحانه و تعالی شرم می دارد. در حدیث آمده است که اگر از الله شرم داشتی مردان اهل تو از تو شرم دارند. مرگ را به یاد آر. اگر مرگ در حالت نافرمانی و گناه به وی برسد پس در همین حالت چگونه به پروردگارش ملاقات می کند؟ و به یاد آرید آنهایی را که الله تعالی برای بندگان صالحش مؤیا کرده است و آنچه را که به بدکاران و گناهکاران وعده داده است. و اگر یک روز تنها باشی نگو که تنها هستم، بلکه بگو که بر من رقیبی است و گمان مکن که الله سبحانه و تعالی ساعت غافل میماند، ولی بدان که الله تعالی از او چیز پنهان است.